بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، امیدوارم که صحتمند باشین. جلسه دهم درس English for Construction 2 که شامل هفته حدوداً هفته هفتم میشه و به ادامه فصل سوم باز هم قرار داریم که فصل سوم بود Equipment یا وسایل یا وسایل. مطالبی که به ادامه مطالب قبلی زیر مجموعی فصل Equipment Unit 3 امروز دل یا ای جلسه دل with Repairs، چطور مثلا با ترمیم کاری ها معامله کنیم. دل خود از معامله کردن معنا میده، اما اینجا چطور کارهای ترمیمات را انجام بدیم به شکل اصطلاحی معنایش است. Equipment for Skyscraper همچنان وسایل ساختمان، پروژه های ساختمان های آسمان خراش. و ممکن که ما به جلسه برسیم برای ای اکویپمنت فار اسکای اسکرپر و ممکن هم نرسیم، به خاطر از اینکه ای هر بخش از این کار زیاد داره و تا توضیح داده میشه، تا تمرین ها باید کار بشه و همچنان وقت میگیره و ما وقت محدود هم تقریبا داریم که باید در حدود نیم ساعت وقت هر جلسه باشه. خب مستقیم میریم به کتاب تکسبوک. ما قبلا در جلسه قبلی تا همین قسمت ما خوندیم که لسنینگ اودیو سکریپت 11 خوندیم که یک آفیس تریلر بود که بعضی ترمیم کاری ها بکاردشت و لیکیج بود و بالاخره در ای لسنینگ ما مشخص میکردیم که چی تسکایی باید ترمیم کاری شه و چی کسایی تسکار به دوش گرفتن به اصطلاح از بین کانورسیشن. و این کانورسیشن ها ممکن که از طریق ثبت این ویدیو ها شما واضح نشنوین، ولی نیازه که یک دفعه شنیده شه از طریق این ویدیو و توضیحات رو باید من بدم و تا روش که چی رقم کار میشه بفهمی شما. اما ویدیوها، ببخشید، کلیپ های صوتی هر بخش در هر درس که شامل است به پورتال انداخته میشه و شما میتونیم دانلود کنیم و به شکل صحیح و شفاف گوش کنیم و کار کنیم اینا. خب تا vocabulary 4 قبل از اون ما خوندیم و این جلسه از همین قسمت شروع میشه. vocabulary 4 ذخیره لغات چهارم. write the phrase، ای عبارت را شما بنویسیم. خب the supervisor uses to explain that he is giving instruction. supervisor توضیح میده. uses to explain that he is giving instruction. او توضیح میده که او هدایات را برای مثلا کارمندا میده. دوم the supervisor uses to describe a quick task. supervisor توضیح میده، تعریف میکنه a quick task، یک کار بسیار ساده و آسان و عاجل. quick یعنی عاجل. سوم the supervisor uses to say that he will do the work. supervisor همچنان میگه که او کار خودش انجام خواهد داد. و four Sandra uses to explain that the welding will take no more than 60 minutes. Sandra توضیح میده که کار ویلدینگ کاری بیشتر از 60 دقیقه وقت نمیگیره. minutes دقایق، no more than 60 یعنی از بیشتر از 60 دقیقه یا یک ساعت نمیشه. ویلدینگ هم کار ویلدینگ کاری. 5 use the phrases in 4. شما با استفاده از عبارات که در vocabulary 4 شما خوندیم اونا شما استفاده میکنیم to complete this conversation، که همین کانورسیشن شما تکمیل کنین. ببینید در این کانورسیشن فقط 4 جمله یا 4 عبارت خانخلی وجود داره و شما هر کدام از این عبارات که بالا خوندیم اینا شما به 4 خلیگا شما جابجا میکنین. جوز excuse me are you the supervisor، ببخشید آیا شما سوپروایزر هستین؟ سوپروایزر میگه yes that's right، بله درسته. I'm Jose, the carpenter's apprentice. من جوز هستم، امو کارآموز بخش نجاری. carpenter's apprentice، carpenter نجار، apprentice امو کارآموز.
مستر رودریگو سید یو هد ا جاب فور می. آقای رودریگو گفت که تو بر من یک کار داری. هی سید، خب خونخلی، هی سید خونخلی اول، فریز اول میآید. هی سید د سوپروایزر یوزز تو اکسپلین دات هی از گیوینگ اینستراکشن. او گفت که سوپروایزر باز به تو هدایات توضیح میده. من به خونخلی اول فریز اول مناسبه. خب سوپروایزر ادامه از او. سوپروایزر او یس بات نات ان اور. بله ولی یک ساعت طول نمیکشه. خب خونخلی دوم فریز دوم میشه. The supervisor uses to describe a quick task. سوپروایزر یک کار عاجل بر تو توضیح میده. بنابراین خونخلی دوم میشه فریز دوم. Okay, good. خوبه، درسته. Supervisor, you see the electrician over there? آیا تو برقیا که آنجا هستن میبینی؟ You see the electricians or برقیا over there به آنجا میبینی؟ Well, they have just installed a new system. آنها فقط یک سیستم جدید نصب کردن. Install نصب کردن. New system. سیستم جدیدی. They want to test it. آنها میخوان که او رو تست بکنن. سوم. فریز سوم میشه خانخلی. سوم میشه فریز سوم. The supervisor uses to say that he will do the work. سوپروایزر میگه که خودش رو کار رو انجام میده. خب خودم کار رو که میخواین اونا بالاخره تست کنن، خود سوپروایزر میگه خود من انجام میدم. I need you to stand on the other side of the building. بنابراین همین سوپروایزر برای زی اپرنتیس میگه که I need you، ما به تو ضرورت دارم، to stand on the other side of the building، که تو استاد شی به قسمت به طرف دیگه ساختمان، طرف دیگه ساختمان استاد شی. Other side، طرف دیگه of the building. You will see a grey box on the wall. تو یک بکسه به رنگ خاکیر تو به دیوار میبینی. When you are in the position، وقتی که به موقعیت رسیدی، I will raise my hand، من دست خور بالا میکنم. They will switch everything on and you check that the green lights come on. Okay، میگه من دست خور بالا میکنم. They will switch everything on. اونو همه چیز روشن میکنن. سویچ روشن میکنن. Everything on. تمام سویچ ها روشن میکنن. And you check that the green lights come on. و تو چک میکنی که تا کامو چراغ سبز روشن میشه. اصطلاحا میایه. Okay؟ خوبه؟ درسته؟ جوس میگه yes. Okay. بله. درسته. And what about these documentations for the electrician؟ یه اسناد برای برقی ها چطور؟ برای کارهای برقی. بنابراین به این خانخلی فریز چهارم می آید. Sandra uses to explain that the welding will take no more than 60 minutes. سندرا به تو توضیح میده یا توضیح میده که کارهای ویلدینگ کاری بیشتر از 60 دقیقه طول نمی کشه. Just get in the position now. ای به ای خانخلی چهارم فریز سومه. ببخشید. The supervisor uses to say that he will do the work. سوپروایزر میگه که او کار خودش انجام میده. بنان به ای خانخلی سوم میایه. Sandra uses to explain that the welding will take no more than 60 minutes. کار جوشگری تا کمتر از 60 دقیقه زمان میبره. اوکی. بله. خب اینا خود شما پرکتیس کنیم. خوب به دقت و وقت بگذاریم بیشتر پرکتیس کنیم. کلماتی که معنی رو نمیفهمیم بالاخره من اینجا گرچه توضیح میدم، منتها شما کوشش کنیم معنی رو پیدا کنیم یا از طریق پورتال میتونیم که از ما بخواییم معنی رو به شما میرسانم. Reading 6. Read the operating instruction for a piece of equipment. شما این معلومات یا این هدایات که راجع به اپریشن یا راجع به کار کرده یا پیس آف اکویپمنت یک وسیله هست، شما برای شما داده شده، اینا رو بخونید. Read the operating instruction. Instruction یعنی هدایات. Operating یعنی کار عمل کرد یا کار کرد. For piece of equipment، یک توتی از وسیله. Piece of equipment یک قسمتی.
توته به اسمه یا یک قسمتی از یک وسیله. It is a portable generator. ببینید که این همه معلومات که به اینجا هدایت که به اینجا داده شده، ببینید که اینا مربوط به چی میشه به نظر شما؟ مربوط به portable generator، یک جنراتوره که بالاخره قابل انتقاله، پورتبل یک چیزی که قابل انتقاله، مربوط به او میشه، یا a pile driver B، یا مربوط به یک امو دسکایی که پایلر جا به جا میکنه، پایل درایور میگفته قبلا ما خوندیم، مربوط به او میشه، یا مربوط به بولدوزر، یا مربوط به بولدوزر میشه. ببینیم چی گفته به این هدایت. Make sure the unit is on level ground. مطمئن شیم که همو بخش یا همو وسیله بر روی یک سطح انوار قرار داره. level یعنی سطح مسطح، به level از او به اصطلاح هموار دیگه، هموار باشه. Open the fuel coke، همو کوک یا همو فنر یا همو چی که اویل یا تلر بسته میکنه، همو شما باز کنیم. اگر کوکر، اگر شما معنی از ویرم جستجو کنیم، بند کن معنی بده، یعنی همو چیزی که تلر بند میکنه، همو یک فنرک هست یا هرچی هست، او رو شما باز کنیم. Open the choke to full. چوک همچنان یک به شکل یک آمپر است که او شما تا به آخر شما فول او باز میکنیم. پول د ستارتینگ روپ، همو رسمانه که روشن میکنه وسیله شما کش میکنیم، سلولی آیسته کش میکنیم، انتل یو فول رزیستن، تا زمانی که شما احساس میکنیم او مقاومت نشون میده، یعنی بند میشه به اصطلاح. پول د استارتینگ روپ هارد اند فست، وقتی که او بند شد شما کش میکنیم، اما ریسمان سخت و تیز شما کش میکنیم، محکم و تیز. When the unit is running، وقتی که همو بخش همو وسیله روشن میشه، move choke lever to run، شما همو lever همو یعنی همو عضو یا همو وسیلی که هست، همو بور شما به سر قسمت run میاریم. ای از این روی هستیم، اگر شما دیده باشین جنراتور اگر دیده باشیم، یک ریسمان داره که شما کش میکنیم که محکم شد، دور محکم کش میکنیم او روشن میشه، یک آمپیر یک داره که او بعد از اینکه روشن شد رو سر رن میبریم، قبل از اینکه او کش کنیم اون ریسمان تل از رو میکنیم، بنابراین مربوط به پورتیبل جنراتور میشه. 7. Read the trouble shooting fault finding. Trouble shooting، اگر شما با کامپیوتر هم گاهی وقتا متوجه شده باشیم که کامپیوترها یک سیستم به نام تروبل شوتینگ داره، یا پیدا کننده مشکلات هم کامپیوتر. اینجا گاه به داخل قوس نوشته کرده فال فایندینگ، یا پیدا کننده مشکلات نواقص. این راهنمایی که راجع به تروبل شوتینگ شما به جدول که هست این بخونیم. For the equipment in 6، برای همین وسیلی که در این قبلا ما توضیح داده شد، یعنی پورتبل جنراتور، یه شما میخوانیم. Match the problem to a possible cause and to the corrective action. شما مشکلات هم وصل میکنیم. اینجا یک بخش از مشکلاته. چی مشکلات مثلا همون وسیله داره؟ چی مشکلات رو داره؟ چی نواقص رو داره؟ این possible cause یعنی چیایی که عامل همی مشکلات شده. به این ستون داده شده و کوریکتیو اکشن و عمل کردن صحیحی، یعنی کوریکتیو اکشن پلان میگن، یا راکار درستیابی، همین یک چیزی. اکشن یعنی عمل کرد، کوریکتیو عمل کرده که اینا رو جور میکنیم ما، به می قسم مگر من معنا کنم. خب این سه قسمت داده شده، ببینیم که چی مشکلات رو همین ماشین داره و چی چیزهای ممکن سبب از اینا شده باشه همین مشکلات، و چی رای حل میتونیم این رای حل به طور خلاصه یا به طور چی ما این رای حل معنا کنیم، کلکتیو اکشن رای حل های ممکن. خب اول انجین ترز، انجین دور میزنه بعد فیلز تو استارت. انجین مثلا دور میزنه، همون که نخ ما کش میکنیم دور میزنه اما روشن نمیشه. ببینید اول خودی کار کرده. نو فیول، ممکن که این تل نداشته باشه، و راه حل از این که ای چیه؟ فیل اف فیول تانک، شما همون تانکی تل از رو پر کنیم.
ایرای حل نه دوم انجین انجین داز نات ترن هم انجین دور نمیخوره ممکن پاسیبل کاز یا چی چیز باعث از این کار شده چیه بلاکت فیول لاینز ممکن باشه یا یکی دور نمیخوره انجین بلاک فیول لاین دیگه داریم فلات بتری بتری از کار افتاده و فالت پرشر گیج خب ایر فعلا فرض میکنیم بلاک فیول لاین پایپای تیل بنده رای حل از چیه؟ کلین فیول لاین پایپای تیلر باید پاک شه سوم ببینیم چی میگه لا اویل پرشر فشار تیل کمه چیه؟ چی چیز باعث ای مشکل شده؟ فالتی پریشر گیج امو فشار گیج فشار نواقص داره یعنی مشکل داره گیج فشار یعنی چی عامل ای مشکل همین چیزه خب راه حل از چیه؟ ریپلیس پریشر گیج شما باید امو گیج فشار باید عوض کنیم چهارم انجین میس فایرز انجین به اصطلاح میس میکنه یعنی میخوای تا حد روشن میشه پس خاموش میشه مشکل از چی خواد باشه فلات بتری ممکن باشه بتری از مشکل داره راه حل از هم چارج و ریپلیس بتری بتری یا شما چارج کنیم و یا ای که اور عوض کنیم و پنجم انجین اوورهد انجین بسیار داغ میایه مشکل از چیه نو کولنت و مو سرد کننده نداره ای و راه حل از چیه چک فور لیک از اینکه سرد نمیکنه ممکن لیکیج داشته باشه بنابراین صحیح بوده چیزی که ما کار کردیم و شما هم پرکتیس کنیم این قسمت گرچه اگر صنف می بود و امکانات می بود این محدودیت ها نمی بود اینا رو باید به صنف با هم کار میکردیم شما فکر میکردیم باید و بالاخره هر کدام شما یک از اینا رو جواب میدادیم منتها متاسفانه سیستم همی رقمه که باید همی قسم کار شه و اگر این بگذارم که شما کار کنیم هم شاید برای شما مشکل باشه و شما لازم پرکتیس کنیم خب listening 8 complete the sentences with the words in the box then listen and check your answer شما اول یک فکر بکنیم پنج جمله داده شده پنج یا بناهن و شیش کلمه اینجی داده شده فکر کنین قبل از اینکه شما گوش میکشیم به لسنینگ شما اینا رو فکر کنیم که کدام یکی از این کلمات به این خانه خیلی مناسبه I cannot get the genie to start یه start میای به خانه خیلی اول من نمیتونم اما جینی یک ماشینیه که برای سرکا استفاده میشه البته من خودم هم ندیدم جینی یک ماشینیه برای سرکای برای آسفالت استفاده میشه یک ماشین یه بالاخره میگه من نمیتونم که ماشین من جینی ماشین جینی رو من روشن کنم the engine is turning over انجین از او مثل جنراتوره پورتبل جنراتوره که نخ ممکن داشته باشه کش میشین انجین از او دور میزنه turning over یعنی انجین از او دور میزنه so the battery must be all right و بنان از این معلوم میشه که بطری ازی شاید مشکل نداشته باشه خب ای دو خانه خلیه گفته شد دوم there is a problem with the JCB JCB هم مثل backhoe که ماشین به شکل پیشروخو بله داره که به شکل لودر پشت سرخو یک بله داره که بله اکسکواتور داره تقریبا به شکل backhoe و او JCB میگن خب the temperature gauge is showing red temperature gauge میفهمین که برای تمپرچر برای حرارت گیج میایه اما گیج حرارت سرخ نشان میده گیج اینجا میایه listen to the bulldozer شما به بولدوزر گوش کنیم the engine is misfiring engine یا ماشین از او هی مس میکنه any ideas what it could be آیا کدام مفکوری یا میفهمین که چی مشکل خواد باشه چار Have you seen the mechanic? آیا شما مکانیک دیدیم؟ The gauge is showing low pressure. Gauge فشار پایین نشان میده. Bad the oil
reservoir is full. مگر همو ذخیره تیل پره. ولی فشار فشار پایین نشان میده. بنابراین به این خونه خلی میاید reservoir. 5. Can you look at the crane? آیا شما میتونیم به کرن ببینیم؟ یا کرن میبینیم please? It's completely dead. اوت مکمل مرده معلوم میشه به اصطلاح مرده یا dead مردن. Completely یعنی مکمل. There are no lights. هیچ چراغ دیده نمیشه. Nothing. هیچ چیزی. احتمال خیلی زیاد که چیهایی که کلمات که ما اینجا پرکتیس کردیم همه چیزهای متوا بازم یک دفعه گوش میکنیم شما ببینیم که ما کدام جای اشتباه پر کردیم یا که صحیح. لسنینگ 12 لسنینگ 12 یونیت 3 ریکوردینگ 12 1 I can't get the Jenny to start. Start is saying. The engine is turning over, so the battery must be all right. Mm-hmm. Two. There's a problem with the JCB. The temperature gauge is gauge. Showing red. Save it. Three. Listen to the bulldozer. The engine is misfiring. Misfiring. Any ideas what it could be? Four. Have you seen the mechanic? The gauge is showing low pressure, but the oil reservoir is full. Reservoir is full. Yeah, save it. Can you look at the crane, please? It's completely dead. There are no lights. No lights. Nothing. Nothing. It's. خب لسنینگ هم گوش کردیم صحیح بود چیزی که ما پرکتیس کرده بودیم کلمات بود و این لسنینگ خیلی ساده بود فقط از رو خونده میشد فقط خونه خیلی یار او میگفت لنگویج بخش گرامر یا بخش زبان ای فصل یا ای بخش need to need plus ing ای فرموله need to و نیده که بعد از او to میایه و نیده که بعد از او فعل ing میایه یا جرند میایه We use need in different ways ما کلمه need ما برای های مختلف استفاده میکنیم depending on where we want to put the emphasize بستگی داره که کجا ما میخواییم تأکید کنیم کدام قسمت ما میخواییم تأکید کنیم این بستگی داره به همه چیز که ما به چی راه های ما need استفاده میکنیم البته اینجا بسیار توضیحات داده نشده فقط همین قسمت فرمول گفته و با یک مثال و بیشتر speaking که speaking را ما در این بحث نداریم و we need to sort out the trailer ما ضرورت است که sort out یعنی جمع جور کنیم همون تریلر که همون آفیس تریلر است یا هرچی است خب the trailer needs sorting out تریلر ضرورت داره که او جمع جور شه ببینیم یک جمله است که به شکل اکتیو اینجا بیان شده و جمله است که به شکل پسیو بیان شده We need to sort out the trailer ما ضرورت است که ضرورت داریم که جمع جور کنیم تریلر و the trailer needs to sorting out و تریلر ضرورت است که او جمع جور شه ببینیم تأکید اینجا We need to یعنی ما باید همین کار را انجام بدیم بیشتر سر کار ما اینجا تأکید شده اما the trailer needs sorting out اینجا تاکید سر ازی شده که باید حتما همی تریلر جمع جور شه ببینیم تاکید اینجا در دو نقطه مختلفه در جمله اول ما حتما همی کار رو باید انجام بدیم یعنی تاکید سر کار ماست که ما همی کار رو انجام بدیم آیا که کار ضرور است یا نیست به کار نداریم باید همی کار رو ما انجام بدیم اما در جمله دوم که به شکل پسیو استفاده شده بیشتر اینجا تاکید سر خود تریلر که کی انجام میده مثلا مهم نیست اما بعد همی کار انجام بشه فقط یک بریکی داره Read the audio script 11 on page 73 underline the phrases with need notice how the words is used ببینیم اگر شما وقت داریم و حوصله داریم و فرصت داریم میتونین که شما بریم به قسمت صفحه 73 این کار کنیم منتها معمولا ما در صنف همیق بخشار کار نمیکردیم و در اسپیکینگار همچنان ما در صنف هم کار نمیکردیم و این سیستم هم که هم متوانایی نداریم که ما کار بکنیم
و رسیدیم به بخش Focus on a Project The Short London. معمولا به آخر هر فصل، فصل English for Construction 2، ما یک Focus on a Project داریم، یک پروژه عملی و واقعی به اونجا تمرکز شده و معلومات از او اکسترکت شده، یعنی یک معلومات از کدام مجله، از کدام کتاب یا از کدام تبلیغات یا هرچی هست، او معلومات اکسترکت شده، گرفته شده و او ما میخوانیم. اینجا هم راجع به یک پروژه است به نام شارد لندن، اسم او ساختمان شارده که در لندن موقعیت داره، راجع به پروژه سکای اسکرپره اینجی. و البته وقت ما در حدود 26 دقیقه ما این جلسه رو به همین قسمت ختم میکنیم و این بخش ما در جلسه بعدی همراه با شروع فصل چهارم کتاب ما این شامل میکنیم. وقت خوش.